ما رو کردن 1000 تومن، مردم ما رو برگردوندن به 2-3 قرن، 3-4 قرن به عقب. مردم ما در اوایل هزاره سوم اگر ماشینش ترمز میکنه، ترمز بی خودی بی جا میکنه، یه دفعه همه تو ماشین میگن یا ابوالفضل، توجه میکنی؟ یا کمرش درد میگیره میخواد بلند شه، میگه یا علی. من هیچ اشکال ندارم این مسئله تا روزی که این آقای خانم زنده است ادامه خواهد داشت، ولی مشکل ما اینه که ما همش نشستیم برامون برنامه بریزن. بله. آقا کی اسرائیل حمله میکنه؟ آقا پس کی آمریکا؟ آقا آمریکا دولت جدید آقای اوباما تمام هدفش اینه که بگه ما با اسلام جنگ نداریم، مسلمونا بیاین جلو، تروریست بازی و این مسائل رو بذارین کنار، یه دونه خط بکشیم با هم زندگی کنیم. امروز گفت تو نطقش تو ترکیه. بله. توجه میکنی؟ حرفی که من میخوام بزنم اینی که من، سعید شیمرانی، 4 تا آدم دیگری که جلوی دوربین میشینه، 6 تا آدم دیگه ای که وطن پرسته، 8 تا آدم دیگه ای که میدونه کشور اشغال شده و اینها میتونن یک نیروی بشن، 500 نفر، 500 نفر، 50 نفر هم نمیخواد، 10 تا آدمی که بفهمه میخواد یک برنامه ریزی مشخص بکنه و همین مردم ما که تو خونه نشستن احساس بکنن بعد از 100 سال، بعد از 103 سال از انقلاب مشروطیت، حالا 5 نفر 10 نفر پیدا شدن به فکر هوا و هوس خودشون نیستن، به فکر وزیر شدن نیستن، به فکر پولدار شدن نیستن، آقا میخوان یه کاری بکنن که نامشون در تاریخ بشریت بمونه. این 7-8 نفر باید جمع بشن، یک دونه پلان، یک برنامه ارائه بدن که تا به حال توی این 30 سال نشده. حق بازی بوده، کلک بوده، پروژه بوده، سناریو بوده، حفظ حکومت اسلامی بوده. و آقای شیمرانی عزیزم، به جرأت بهت میگم 90% کسانی که کار سیاسی میکنن خودشونو فروختن. من این رو به شما قول میدم، کار سیاسی میکنن، کار سیاسی حرفه‌ای جلو مردم میکنن. خیلی ها کار سیاسی تو خونه شون، تو میتینگاشون، تو شرافتمندم هستن، هیچ کاری هم نکردن، یعنی تو همون رویا بازیشون نشستن یه جلسه و میمی جان در هفته ای که گذشت اون تلویزیون رو دیدی، دیدی چی گفت؟ بازی اینه، بازی به درد همه من میخوره. آقا اینه که باید یه کار اساسی انجام بشه. ما قبل از اینکه بشینیم با هم صحبت کنیم فرمودید که یک طرحی رو بله روش دارید کار میکنید، فرصتی هم نداریم اونچنان. آره، من میخوایم اینو بپذیمش، پختش بکنیم. وقتی صحبت از طرح و جنبش میشه، برای من سعید سکویی بدبین، نگتیو، فاشیست، تند، فحاش، این گونه مسائل با تمام این القاب نازنینی که هر کدومش برای من مثل یک طلای المپیک میمونه که نمیدونی، خودم میدونم چی میگم، به نظر من اول یه پروژه است. بله. دقت باید برم زیر و خمش نگاه بکنم چیه جانم، چیه موقع مثلا تر از جیب بغل آقای مثلا اون یارو بچه ها خونده کیه، مثلا نوریزاده نیومده باشه، اون مهداد نیومده باشه، اون نیومده باشه، از مثلا جیب بغل آقای اوبیسی، من مثال دارم، نه آقا یه کار ملی مردمی انجام بده. آقای رهنوردی اومد گفت 14 مرداد بیایم همه در جشن مشروطیت، انقلاب مشروطیت، برای مشروع اون دور هم جمع شد. بله. آقا ما میخواییم به دنیا ثابت کنیم این رژیم رو نمیخواییم. بله. چی میخواییم شما چی؟ بله. خدمتون عرض بکنم که داستان در این حال که خیلی مشکله، در همون حال ساده هم هست. بسیار جالب. من این طرح رو اعلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند در هر کجا که هستید، شما هم هستید. بله. نه کسی دخل و تصرفی در این داره، بنا به تجربه ما برای شنیدن خودم. این تر هستیم. بله. این موقع ما این موضوع نباشه، ما هستیم، مال سید علی خامنه ای، ما رو قاطی اون برنامه جانم نکنید. نه. نه این تریه که من ارائه میدم. بله. ادامه‌گرش دیگه همه خودمونیم، یعنی هر کس که میخواد بیاد این کارو اگر فکر میکنن درسته انجام بدیم. بسیار. یا تا آخر بریم، پا رو از ترمز برداریم بذاریم رو کلاچ و گاز بدیم. ما که ترمزمون بریده قربان. بفهم. خدمتتون عرض بکنم، من بر این عقیده هستم که میتوان
کاری کرد که این حکومت در کمترین زمان شکست بخوره. در طول تمام این مدت از مردم خواسته شده و به خصوص در این بحران دورایی که الان دارن میگن آقا برید یه جورایی رأی بدید اسم شاهزاده رو بندازید اون تو، برید رأی بدید ولی اسم فلانی رو بندازید، امیر انتظام رو بندازید. نه شاهزاده با این طرح موافقه، نه دفتر ایشون موافقه، نه کسانی که طرفدار ایشون هستن موافقن. این خب یک طرحیه که ستاپ شده است برای اینکه سوء استفاده بشه از اون رأی. نه تمام این صحبت ها یک دونه شمشیر دولبه است. بله. کمک به حکومت اسلامی، یک ضربه به شاهزاده رضا پهلوی زدن. بله دقیقاً موافق هستی؟ 100%. بله. حالا ما چگونه میتونیم یک کاری انجام بدیم که همه مردم در شرکت داشته باشن، همزمان خارج کشور و داخل کشور، به علاوه این که تضمین جانی حدودی بدیم به مردم ایران؟ ما چگونه میتونیم از مردم ایران بخوایم که در یک تظاهراتی شرکت بکنن که تضمین نسبی جانی داشته باشن، خشونت درش نباشه، حداقل از طرف مردم؟ منم همینو میگم. بله از طرف اونا که امکان داره خشونت باشه، ولی چجوری میتونیم خشونت اونا رو از مکسیموم به مینیموم برسونیم؟ خب طرح رو بریم ببینیم. ما چند هفته بیشتر وقت نداریم، اینا میخوان از ملت ایران رأی بگیرن، درسته؟ خب همزمان قبل از اینکه این داستان بخواد به اون روز برسه، این طرح مال انتصاباته. بله انتصابات جمهوری اسلامی. اوکی. انتخابات که نیست، همین چیزی که میخوان، طرح نمایشی. بله طرح نمایشی که آقا یه بیان رأی بدن که کی رئیس جمهور بشه. چیکار باید کرد قربان بفرمایید؟ از مردم خارج از کشور و داخل کشور بخواین همزمان در یکی دو روز قبل از اینکه این داستان میخواد اتفاق بیفته به خیابون ها بریزن و یک نعی بزرگ به جمهوری اسلامی بگن، همه در دستشون نعی بزرگ داشته باشن، نه به ولایت فقیه، نه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه به انتخابات و ریاست جمهوری و به طور کلی، نه به دفتر تشخیص مصلحت نظام، نه به سپاه پاسداران، یعنی تمام کسانی که وابسته به این حکومت هستن از الف تا زی. 24 ساعت مونده به میتونه 48 ساعت باشه. رو بیارن 48 ساعت. حالا چرا؟ بیش از چیزی حدود 10,000 خبرنگار خارجی میخواد شرکت کنه. چگونه ما باید حواسمون جمع باشه که اگر این مردم اولا بردن این طبقه مردم به خیابون، آقای شیمرانی، نیازمند یک تبلیغات دست کم 30-35-40 روزه تمام وقت هر روز رسانه هاییست که به درون ایران میرن. یعنی آقای مهندس شجره، بله، آقای شهرام همایون که خوشبختانه سه تا هاتبردم دارن الان، دارن 6 ساعت اونجا 8 ساعت اونجا، خیلی گردن کلوف شده. بله. خدا پدر و مادر سرداران و تلویزیون شما اینا و مامامون 12مون رو داریم، یه مشتری با مشتری میاد کسامون بینندامون خیلی آدمای حسابی خوبن تو ایران، یعنی قالتاق بازی شده. فراموش نکنید حتی برای مدت کم میشه پولی جمع کرد که این تلویزیون هم از روی این بره رو هاتبرد. من به شما قول میدم که ما داریم الان از همین هفته آینده ما روزی 6 ساعت داریم میریم رو هاتبرد، قراردادمون هم بستیم، کارا صداشو در نمیاریم که این بلبلای درخت نارگیل به همش خب. نزنن. خب آره ببین، حالا اینها باید تماما، مثلا یه دفعه ما نریم تو اون تلویزیون این بشینیم این رو بگیم، بعد یه دفعه مثلا یه تلویزیون بگه چهارم و پنجم و ششم خرداد، الان چیه؟ اپریل، اینا انگلیسی میگن، مثلا می، همه میخوایم بریم مثلا در کبابپزی توی سرکان جنوب شرقی مثلا میدان تفرش جمع بشیم. این به درد همه من فایده نداره. اون ببینید هر کسی که به این طرح نبگه، چون این طرح حالت دموکراتیک داره. آره. یک نافرمانی مدنی، همون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی گفته. در درون و برون. برون همزمان. آره. ما در خارج از کشور. در لندن، در پاریس، در جوانسبورگ، در همه جا. در لس آنجلس. هر کجا که هستیم همه جا. میایم بیرون. همه میایم بیرون. ما که در خارج از کشور در یک محیط آزاد هستیم. در روز انتخابات هم نیست. 48 ساعت، 3 روز قبلش باشه. 2 روز قبلش که خبرنگارا باشن توی. آره 2 روز قبلش. چون حکومت میخواد از مردم رأی بگیره. چه نوع حکومتی میتونن مردم رأی بگیره؟ همیشه اینا موقعی که ضعف داشتن با مردم ملایم بودن. ساعت این عمل هم باید انتخاب میکنیم، خودمون انتخاب میکنیم. آره کوتاه باید هر باشه. ساعتی که